چهار تا فرقه دارن اهل سنت مالکی حنبلی شافعی حنفی بیشتر حنفی ان 60 70 درصد اهل سنت حنفیان. سیاسی هم حنفی شدن موارد جالبیه مثلا یه خلیفه دستور داد یه مکتب بیاد بالا خیلی داریم یه خلیفه دوستش با زن باباش ازدواج کنه با کنیز باباش رفت پیش از همین آقایون خب یه کاری کن برام دیگه داداش فتواشو براش با زن باباش ازدواج کرد ایران پشتوانه چیکار کرد رسانه‌ای مالی که بالا بگیرم با میدونید که بزرگان این فرق اربعه چهار تا آدمن نه اینا پیغمبر رو دیدن یعنی میگه صحابه هن؟ نه چهار تا فقیه هن. چرا چهار تا 400 تا باشن میگه فقط همینا فقیه بودن نه گفتن همین چهار تا رو میذاریم بقیه کسی گوش نکن یکی از استدلالای وهابیا در رد این چهار تا همینه دیگه میگه اینا چه فرقی دارن با بقیه مگه چهار تا آدمن بعد چیا هم گفتن این آقای مالک ابن انس رهبر مالکی ها میگه که ما عربیش دیگه نمیخونیم وقت نده زعفا کبیر عقیلی جله چا سفید میگه مالک ابن انس میگفت که ابو حنیفه در دین فریبکاری کاری و هر کس در دین فریب کاری کند دین ندارد یعنی آقای مالک ابو حنیفه رو چی؟ بیدین میدونست ببین ما یه ما قصد مثلا ما با هم در بیفتن مثلا میگه که این خیلی تقوا نداشت. تهش اینه, اینه میگه کافر بود که متوجه چی می... میگه کافره پسر احمد ابن حنبلی عبدالله ابن احمد ابن حنبل که خودش از قله و ارکان حدیثه از محدث, محدث کوفه حماد ابن ابی سلیمان نقل میکنه میگه از سفیان سوری شنیدم که من گفت به نزد کافر برو منظورش از کافر ابو حنیفه بود و به او بگو اگر معتقدی قرآن مخلوق است به ما نزدیک نشو کتاب و سنه شماره 239 محدث نامدار ابن, حبان همب... یا حبان بستی میگه او ابو حنیفه از دایان تفکر ارجاع و دعوت کنندگان به بدعت بود قاطبه امه ما اجازه ندادن که به اقوال ابو حنیفه احتجاج شود کسی را در میان امه حدیث نمیشناسم که مخالف باشد پیشوان اسلام و اهل ورع در تمام شهرهای بزرگ و کوچک هنرفر... ابو حنیفه را ابو کردن یعنی در موردش وقت کردن گفتن آدم خوبی نیست و در او طعن زدن الا تعدادی انگوش شمار. ابن ابی حاتم رازی. کتاب جرح و تعدیلش می‌نویسه ابو حنیفه برای ما حدیث میگفت و هرگاه از این کار فارق میشد میگفت چیزایی که شنیدید همه باد هوا باطله باطل است ابو حنیفه در حدیث مسکین بود جله 8 صفحه شماره 26 صفر ابن جوزی تذکره ابو زیل تذکره ابو حنیفه میگه و اما مواردی که احادیث در آن موارد با نظرات ابو حنیفه مخالفن بسیار است بعد سی مورد و همینطور نظرات مش... مشهور رو ذکر میکنه و میگه ابو حنیفه نصاب به احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم ذکر میکنه ابن جزی یه کتاب دیگه ای داره بعد از جرهایی که به ابو حنیفه وارد میکنه میگه و لیس من اهل حدیث اصلا اهل حدیث نبود یعنی دارن راجع به امام 60 70 درصد اهل سنت عرفان میزنن شیخ محمد غزالی از مشایخ معاصره الازهر میگه رهبر سابق سلفیه شیخ حامد اومد پیش ما گفت به خدا سوگند ابو حنیفه کافر است یعنی قدیم نبود هنوزم تفرقه پس گذاشتید کنار اینا مشکلات شیعه است اشاعره معتزله کتابای زیادی در مورد فضای هم دیگه نوشتن افتضاحات هم دیگه کتاب سیر اعلام و نوبلا در مورد اینا سه چهار تا بخونیم بعدا اینا پخش میشه برادران اهل سنت گوش میکنن بحث باید علمی باشه در رابطه با ابو حاتم احمد ابن حسن رازی میگه الامام المحدث الحافظ بعد میگه ابو حاتم میگفت من لم یکن حنبلیم فلیسه به مسلم هر کسی حنبلی نباشه مسلمونی یعنی دیگه شافعی ها و مالکی ها و شیعه ها و هر کی دیگه هست همه کافرید سیر علام نوبل جلد در صفحه 625 ابن عصی تو کتابش در باب ذکر الفتنه به بغداد بین شافعی و الحنابله فتنه که بینید دوتا جنگ بود میگه که ابوالقاسم بکری مغربی اشعری مذهب بود میگفت زمانی که از حنابل میگه او یاد میکرد این آیه قرآن را میخواد که سلیمان کافر شد و شای... کافر نشد لاکن شیاطین کافر شدن بعد به خدا قسم احمد ابن حنبل کافر نیست ولی اصحاب و پیروانش یعنی حنابل همه کافرند چه اینا هم فکر اون رو دارن دیگه به زبون بی زبان یعنی همون هم کافره ابن کثیر دمشقی تو کتاب بدای و نهایش نقل میکنه از محمد ابن موسی ابن عبدالله حنفی میگه اگر من قدرت داشتم و حکومت در دستم بود از تمام شافعی ها جزیه میگرفتم جزیه است که گیرن غیر مسلمان مالکی ها هم دشمن میدانست بعضیشون گفتن تمام مذاهب اهل س... تمام مذاهب اربعه اهل سنت کافره این خیلی جی. کی ابن تیمیه بابای همه بهاویا ابن تیمیه میگه هر کس بگه من در فقه شافعی هستم و از نظر کلامی اشعری هستم اینها ممکن نیست و ضد هم هستن بلکه هر کسی چه اعتقادش داشته باشد مرتد است فتاوای ابن تیمیه مجموع فتاواش با این با این توصیفش تقریبا همه شافعی ها مرتدن. جای دیگه میگه هر کس به مالک و شافعی و احمد ابن حنبل و ابو حنیفه تعصب بورزد و بگوید قول این امامان درست است خب باید بگه درسته مذهبش از اینا گرفته اگه غلط باشه که بعد چجوری تو حنفی همین چی شد اون بعد اصل باشه بعد درست باشه دیگه و تبعیت از او شایسته است چنین شخصی جاهل گمراه و کافر است کافر کافر به همین سادگی کفر عقیده ما بر این است که بر مردم واجب است که از یک نفر معین تبعیت کنند و نمی توان از امام دیگری تبعیت کنند اگر چنین کسی باشد و چنین عقیده داشته باشد باید او را وادار به توبه کنند و اگر توبه نکرد او را بکشند بخاری که دیگه مورد احترام و همه همین هم قبولش دارن و این داعش هم سعی بخاری سعی بخاری تو این چیزاشو میزدن دیگه حدیث بر سر بریدن و این چیزا سعید بخاری این چیزا مطلب می آوردن تو کتاب تاریخ صغیر خودش میگه من نزد سفیان بودم وقتی سفیان خبر مرگ ابو حنیفه رو شنید خدا رو شکر کرد و گفت او اسلام را تکه تکه می کرد و در اسلام شومتر از او به دنیا نیامده بود خدا خلفا چجوری کش چجوری زندگی کرد خلیفه اول با سم از دنیا رفت که هیچ وقت معلوم نشد کی کشتش یه عده معتقدن جاده صاف کن بود دیگه اومد جاده رو صاف کرد حکومت رو آماده کرد برای اونایی که بیان 10 سال و 13 سال و بیشتر حکومت کنن که بازش نکنیم خود خلیفه دوم چطور تو شد اونم خلیفه سوم خلیفه چهارم که امیرالمؤمنین باشه همینه سر <applause> تا شما گفتی علی رو پس بزنیم که تفرقه نباشه سر تا پاتونو همینطور تفرقه گرفت که